با سلام. نیویورک تایمز روز یکشنبه گذشته داستان واقعی و جالبی رو درج کرده که علاوه بر جذابیت داستانی بیانگر واقعیت دیگه در جامعه آمریکاست که همکنون در جریانه. خلاصه ماجرا این بود که در یکی از روزهای تابستان 2 سال پیش دو تا گاو از مزرعه در شهر کوچک دورافتاده غربی نیویورک به نام نیوفین که 3200 نفر جمعیت داره فرار میکنن و به مزرعه همسایه پرنده میشن. صاحب مزرعه همسایه متعلق به خانومی به نام تریسی مورفی 61 ساله که قبلا در بانک کار میکرد و به تازگی از زندگی شهرنشینی بازنشسته شده و مزرعه رو خریده بود. خانم که صبح بلند میشه و با تعجب دوتا گاو رو در مزرعهش میبینه به مقامات مربوط به کنترل حیوانات زنگ میزنه و ماجرا رو میگه. اونا میان و از خیلی پرسجو میکنن. بعد از 9 روز صاحب گاوها آقای گرگسون که از غذا ایشون هم تازه این مزرعه رو خریده بود در همسایگی پیداش میشه و بعد از نشون دادن کاغذ خریدها خواستار تحویل گرفتن گاواش میشه. آقای گرگسون 44 ساله که یک پلیس ایالتیه اونم تازه به این مزرعه نقل مکان کرده بود. خانم مورفی که یه ویگن یعنی گیاهخواری که مطلقا فرآورده‌های حیوانی رو مصرف نمیکنن اول پیشنهاد میکنه که گاوها رو از آقای گرگسون بخره و وقتی که پیشنهادش رد میشه درخواست $2,500 بابت علوفه و نگهداری 9 روزه از گاوهای فراری میکنه و گاوها رو پس نمیده. ماجرا از این بعد دیگه از حالت اختلاف میان دو مزرعه دار خارج میشه و به یک جنگ سیاسی فرهنگی تمام عیار میان لیبرال ها و محافظه‌گران تبدیل میشه. خانم مورفی که حامی حقوق حیوانات در فیسبوک و فضای مجازی لایو میذاره که باعث میشه آقای گرگسون از سوی افراد ناشناس به صورت پیام ها و تلفن های مختلف تهدید بشه. از اون طرف آقای گرگسون با کمک دوستان محافظه‌کارش در پلیس و منطقه به انواع مختلف باعث میشن که خانم مورفی مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و تنش ها بالا میره. کار به جایی میرسه که پای فاکس نیوز و واکین فینیکس هنرپیشه محبوب هالیوودی هم به ماجرا باز میشه و کار به مطبوعات و قانونگذاران محلی که برای انتخابات از این موضوع برای راه اندازی کمپین استفاده میکنن اونا هم وارد ماجرا بشن. صرف نظر از اینکه چه کسی در این ماجرا مقصر بود و چه کسی بیشترین خلاف رو انجام داده، یک واقعیت کاملا مشخصه. بله، در جامعه دو قطبی شده آمریکا که از سال 2015 با ورود ترامپ به کارزار انتخاباتی شروع شده بود الان به چنان وضعیتی رسیدی که هر واقعیتی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. البته میشه گفت ورود ترامپ و سوار شدنش روی موج اعتراضات بخش مهمی از جامعه آمریکا خودش محصول یک سری مشکلات دیگه بودش که از قبل وجود داشته. این دو قطبی شدن فقط مختص آمریکا نیست و همونطور که در انتخابات اخیر اروپا هم شاهدش بودیم اونجا هم رشد راست افراطی در سالهای اخیر شدت پیدا کرده. رشد راست افراطی در فرانسه، اسکاندیناوی، اروپای شرقی و دیگر نقاط اروپا رو هم طی دوره اخیر همه شاهدش بودیم. اصلی ترین ابزار بر گفتمان راست افراطی هم وجود خارجی ها، پناهنده ها و مردمی است که از کشور دیگه به اون کشورها مهاجرت کردند. به ایران که میرسیم اوضاع کاملا فرق میکنه. این دو قطبی در جامعه ما هم وجود داره، اما یک طرف این دو قطبی مردم هستن و طرف دیگه رژیم قرار داره. دو قطبی در ایران مثل آمریکا و اروپا تازه به وجود نیامده و سالهای سال وجود داشته. ما هم راست افراطی داریم. اون چیزی که در خارج کشور در شهر رضا پهلوی و اطرافیان نچندان مؤدبش خلاصه میشه. منتها در جامعه سیاسی ایران اون قطبی که در مقابل مردم قرار گرفته یعنی رژیم از راست افراطی استفاده میکنه تا ضرب و زور جنبش مردمی که میخواد سرنگونش کنه رو کم و خونسا کنه. بله. راست افراطی و گفتمان سلطنت وسیله و ابزاری در دست حکومتی که به جان جنبش آزادی خواهی می اندازه. جالب اینه که رژیم خوب بلده چطور این راست افراطی رو در راستای مقاصدش به کار بگیره. جدا از ارتباطهای مستقیم میاد موضوعاتی مثل تجزیه طلبی، پرچم و غیره رو مطرح میکنه و از اون جالبتر اینه که بحث مهاجران خارجی که در ایران عمدتا افغانستانی هستن نیز به عنوان ابزار گمراه کردن خاص اصلی مردم یعنی سرنگونی حکومت به کار میگیره. اگر در آمریکا و اروپا راستای افراطی با طرح موضوع مهاجران خارجی برای برنده شدن در انتخابات استفاده می‌کنند، در ایران رژیم با سمت و سو دادن خشم مردم به سمت مهاجران افغانستانی اولا لایه‌های سلطنتی رو فعال می‌کنه و ثانیا بخشی از جامعه رو به مسیری سوق میده که با انحراف افکار عمومی خودش رو از زیر ضرب در ببره. یک تفاوت عمده دیگه هم میون جوامع ما و غرب وجود داره. در اروپا و آمریکا بالاخره این انتخاباته که تعادل جامعه رو مشخص میکنه تا دور بعد جامعه مسیر دیگه رو انتخاب بکنه یا نه مثل کماف سابق مسیر قبلی رو در پیش بگیره. اما تضاد در جامعه دو قطبی ایران نهایتا فقط با پیروزی مردم بر علیه رژیم حاکم قابل حل و طبعا در این مسیر راست افراطی ایرانی هم با سقوط رژیم بسیار تضعیف خواهد شد.